السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به عرض معذرت از دوستای عزیز، انشاءالله که آل صدا درست شده باشه. اگر صدا درست شده باشه که درس ادامه بدیم. بر ترتیب موضوعی را که طبق روال درس های شب های قبلی آغاز کرده بودیم، موضوع بحث ما شناخت منهج صحیح در فهم اسلام بود و در این مورد بعضی از عمومیات بیان کردیم. امشب میخوایم به یک معیار دیگه اشاره بکنم، خصوصا برای جمعی از دوستایی که ادعایشان نیست که پیروی منهج سالم را دارن و به تعبیر در فهم اسلام مطابق منهج سلف صالح امت پیش میرن. متاسفانه در میان کسانی که این ادعا را هم دارن دو گروه یا دو تیف مردم هستن. یک در کسانی از پیششان متاسفانه افراط میشن و یک عده دیگه از دوستا از پیششان تفریط میشه. البته این مبحث یک بحث گسترده هست و شاید اگر ما خواسته باشیم تفصیلی وارد این موضوع شویم، شاید نیاز داشته باشه که ساعتها روی این موضوع به صورت علمی وارد شویم و در موردش بحث بکنیم. من میخوایم بعضی از معیارهای کلی را بیان بکنیم که این معیارهای کلی میتونه ما را قضیه، مثلا عناوینی که غالبا در مورد از اونها خطاهای صورت میگیره در چند عنوان کلی است. یک موردش مثلا بحث تکفیر هست. مدعیان منهج سلف در شرایط امروزی خصوصا در دنیا کسان زیادی هستند که امی ادعا را دارند. در بین از اونها یک ایدهشان متاسفانه خصوصا البته الحمدلله خطا در میان علما نیست، بلکه در میان جمع از نوجوانان است که تازه به این منهج آشنا میشن و قبل از اینکه منهج به صورت صحیح و کامل بفهمن در صفحات اجتماعی و با استفاده از وسایلی که امروز در دسترس عموم مردم هست، به تعبیر منابر زیادی در دسترس مردم قرار گرفته، از جمله که جوانان هم این منابر را دارن و اونها در مورد قضایای بحث میکنن. یکی از مواردی که متاسفانه اگری از نوجوانان مدری با خطا کردن و این خطا باعث شده که ایده از مردم امی خطا را به منهج سلف نسبت بدن، او غلو در تکفیر هست. به امی خاطر مردمی که قضایا را علمی تر نگاه نمیکنن، هنگامی که اونها با مدعیان منهج سلف مواجه میشن، یک اعتراض کلانشان است که اینا تکفیری هستند یا اینا متشدد هستند یا اینها افراط میکنند. خب این گپ، این ادعا میتونه صدق بکنه فقط در مورد او ادعای از نوجوانایی که ناشناخته وارد این منهج شدن و ادعای منهج دارن، اما حقیقتا به صورت علمی از این منهج پیروی نمیکنن و دانششان و علمشان متاسفانه ناقص است. این یک بخش گپ است. البته ما نباید فراموش بکنیم که تکفیر یعنی بر اساس اصول و ضوابط و معیارهایی که شریعت اسلامی تعیین کرده و در نزد علمای معتبری امت الحمدلله بر اساس قواعد در این باب وضع شده، یک حکم از احکام شرعی است. یعنی ما نمیتونیم تکفیر را به صورت کامل نفی بکنیم، مثل که متاسفانه عده از کسانی که اونها در منهج تفریط واقع هستند، اونها حقیقتا به صورت کلی تکفیر از مفاهیم فکری خود میکشن و اگر یک نفری صراحتا هم مرتکب کفر شود، باز هم در تلاش ازی هستند که برای او توجیه ایجاد بکنه. البته این هم دقیقا واضح تر باید گفته شود که تفریط است و این نوع تحریف مفاهیم دین هست و اگر اینطور بوده باشه هیچ مرز میان کفر ایمان باقی نمیمانه. یعنی اگر ما حکم تکفیر از اسلام بکشیم دیگه فرق میان کفر ایمان باقی نمیمانه و هیچ مرزی دیگه باز نیست که ما تفکیک کرده بتونیم چی چیز دین هست و چی چیز بیدینی، چی چیز ایمان است و چی چیز کفر است. دقیقا در این باب تفرید کردن هم خطرناک است و خیلی خطرناک است. به عین ترتیب
افراد کردن هم در این باب خطرناک است و خطرش دیگه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که اگر یک کسی برای برادر مسلمان خود میگه کافر ای کافر و اگر او مرتکب کفر نشده باشه کفر پس به خود شخص برمیگرده. به این خاطر منهج صحیح و منهج سالم در فهم اسلام در عمیق قضیه در باب تکفیر هم یک منهج معتدل است. اول خود حکم تکفیر را نمیشه انکار کرد، مثل که تفریدی های کار را میکنن و کوشش میکنن که کاملا این مفهوم را از اسلام دور بکشن و هر کسی صلاحیت صدور فتوای تکفیر را هم نداره. خود تکفیر یک حکم از احکام شرعی است توسط کسی که عالم باشه، توسط کسی که عالم با علوم شرعی باشه، احکام و ضوابط را بفهمه، از اصول و قواعد آگاه باشه، او میتونه حکم صادر بکنه. البته یک نکته دیگه هم که در این باب خیلی از جوانان متاسفانه در غلط فهمی واقع هستن است که یکی تکفیر معین است که یک نفر مشخصی تکفیر میشه، یکی یک فعل را یا یک قول را یا یک عمل را کفر دانستن. هر مسلمانی میتونه مثلا این را میفهمه که داشتن فلانی عقیده کفر است یا گفتن فلانی سخن کفر است یا انجام دادن فلانی عمل کفر است. این هر کس بیان کرده میتونه، اما تطبیقی از میگه که مثلا کسی به نام احمد مرتکب فلانی عمل از اعمال کفری شده، آیا این کافر است یا نیست؟ صدور حکم تکفیر در مورد یک فرد از افراد معین از صلاحیت کسانی است که به درجه فتوا و اجتهاد رسیدن و اونها توانایی ارزیابی کردن حالت یک شخص دارن، شرایطش را میسنجن، موانع را میبینن. بعد در مورد یک نفر اگر شرایط کامل بود و موانع وجود نداشت، بعد عالمی صلاحیت داره یا قاضی صلاحیت داره یا مفتی صلاحیت داره که فرد را به صورت معین تکفیر بکنه. متاسفانه یکی از جوانان ما فکر میکنن که در به اصطلاح در یک عمل کفری واقع شد یا یک سخن کفری را گفت یا یک عقیده کفری از او آشکار شد، هر کس میتونه او رو تکفیر بکنه. این یک خطای بسیار واضح و آشکار است. یک نکته، یک خطای بسیار کلان دیگه که متاسفانه در میان جوانا در ای باب واقع شده و این غلط فهمی ها با اسمش که برای خود جرأت بتن که در مسئله تکفیر فتوا بتن و حکم صادر بکنن است که یک قاعده را غلط فهمیدن. او است که هرگاه کسی کافر را کافر ندانه کافر میشه. اونا میاین افراد مشخصی را که با گمان خودشان مرتکب یک عمل کفری شدن رو تکفیر میکنن، بعد میگه اگر کسی رو تکفیر نکنه کافر میشه. یعنی ترس از این دارن که اگر ما فلانی نفر رو تکفیر نکنیم کافر میشیم، در حالی که این قاعده در مورد کفار اصلی است. یعنی هرگاه یک نفری مثلا پیرو دین مسیحیت تکفیر نمیکنه یا یک نفر یک یهودی تکفیر نمیکنه یا یک نفر یک مشرک تکفیر نمیکنه، یک هندو رو تکفیر نمیکنه، یک کمونیست تکفیر نمیکنه، اونایی که عقیدهشان بسیار واضح کفری است، این قاعده در مورد کفار اصلی است، نه در مورد کسی که بر اساس اجتهاد تکفیر میشه. یعنی دوباره اینو تکرار میکنم که جوانان عزیز ما بسیار در این مورد دقت بکنن. قاعده کسی که کافر تکفیر نکنه کافر میشه فقط در مورد کفار اصلی است، نه در مورد کسی که بر اساس اجتهاد تکفیر میشه. چرا؟ اجتهاد یک امر نسبی است. مثلا میشه یک عالم یک کسی را مرتکب یک عمل شده او کافر بدونه، یک نفر دیگه او را کافر ندانه، او در موردش یک سلسله موانع را قائل باشه که عالم اولی قائل نیست. پس در اینجا نمیشه که یه عالم یک دیگه خودم تکفیر نکنن به خاطر اینکه مثلا بگه تو یک کافر کافر ندونستی. اینا این مسئله مسئله اجتهادی است و در باب اجتهادی قاعده تطبیق نمیشه. این نکته مهم است که دوستا در این مورد باید دقت بکنن. پس مورد را که میخواستم بیان بکنم ایست که منهج صحیح و منهج سلف صالح امتی بود که بله در این منهج تکفیر وجود داره و تکفیر یک حکمی از احکام ثابت شده در دین هست، اما در این باب افراد کردن که یکی از صفات خوارج بودم مذموم هست و در این باب تفرید کردن هم که یکی از صفات مرجعه و یکی از گروه های منحرف در تاریخ اسلام بود از او هم مذموم هست و صدور فتوای تکفیر در مورد یک شخص معینی از صلاحیت های علما و صلاحیت های کسی است که به حد قضا یا به حد فتوا بوده باشه. ای که یک عده از جوانا به عنوان مدعیان پیروی از منهج سلف هر کسی را تکفیر میکنن، حتی علما را تکفیر میکنن و حتی علمای منهج را منهج صحیح را تکفیر میکنن، ای خلاف عقیده اسلامی هست و بلی ای غلو هست و ای افراط است و هرگز نمیتونه ای جوانای کم دانش و کم علم نمایندگی از این منهج عظیم و مبارک بکنه، بلکه قبل از هر چیز دیگه علمای این منهج با ای جوانایی که متاسفانه بدون دانش شرعی فتوای تکفیر مردم است
صادر میکنن، این علما با اونا مخالف هستند و این منهج با اونها مخالف است و هرگز نمیتونن این چند جوان کم دانش نمایندگی از این منهج بکنه. این مورد اول. مورد دیگه که زیاد مسئله به اصطلاح جنجال برانگیز هم هست و در این مورد طرفداران و مخالفین زیاد در باب از اون مسئله داره، مسئله جهاد هست. جهاد بدون شک یکی از فرایض هست و هیچ کسی فرضیت ای حکم را انکار کردن نمیتونه و رقمی که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است، جهاد تا قیامت ادامه داره و عدل هیچ عادلی و ظلم هیچ ظالمی ای را منتفی کردن نمیتونه. اما چی چیز جهاد هست؟ این نکته بسیار مهمی است که بسیاری وقتا مسلمان ها متاسفانه در تطبیق احکام در خطا واقع میشن. جهاد یک فریضه از فرایض الهی است، قیام قیامت دوام داره و دوباره تکرار میکنیم که عدل یک عادل و ظلم یک ظالمی را از بین بردن نمیتونه. اما چگونگی اجرای جهاد؟ بله، در شریعت الهی بسیار واضح هست. قرآن کریم خیلی واضح بیان کرده که جهاد چگونه شود، در مقابل چی کسی شود و به چی طریقی انجام بگیره. اما رقم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و الحمدلله علمای امت در کتاب های فقهی هم ما یک باب مستقل در این باب داریم که احکام به صورت بسیار واضح بیان شده. پس اگر کسی جهاد به صورت کامل منتفی بکنه، این هم بله ای در حقیقت تفرید کرده و اسلام تحریف کرده و مفاهیم دین الله متعال را نقض کرده. و نکته دیگه، اگر کسی به نام جهاد به اسلام مرتکب قتل او کسانی شود که شریعت اجازه قتل از اونها را نداده، بله این هم جهاد بوده نمیتونه. پس منهج معتدل در باب جهاد چیست؟ تفرید کردن و جهاد را کاملا منتفی دانستن و او را از اسلام دور کردن و سایر احکام مثلا دعوت را جهاد معرفی کردن، امر معروف را جهاد معرفی کردن، تعلیم علم را جهاد معرفی کردن، این غلط است. بلکه تعلیم، کسب علم، تعلیم دادن یک حکم شرعی است، امر معروف یک حکم است، دعوت یک حکم است، جهاد و قتال یک حکم از احکام ثابت شده در دین هست و تا قیام قیامت دوام دارد. یک نکته. نکته دیگه، کشتن انسان‌های بیگناه، تخریب کردن مراکز خدمات عام المنفعه اجتماعی، مسلمان‌های بیگناه را متاسفانه کشتن، ای بله ای جهاد بوده نمیتونه. پس در این باب منهج معتدل است که جهاد یک حکم ثابت شده در اسلام هست، طریقی اجرای از او هم باید مطابق قرآن کریم و مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مطابق قواعد صحیح و عادلانه و عاقلانه و منصفانه باشه که در شریعت الهی وجود داره. اگر کسی این کاملا منتفی میکنه، تفریط میکنه و اگر کسی هر عمل کرده در کشتن انسانهای بیگناه را، تخریب کردن منافع خدا به اصطلاح مراکز عام المنفعه اجتماعی اینا را مگر جهاد بدانه، بله این هم در خطا واقع هست و نمیتونه که این یک چیز در مفهوم جهاد بوده باشه. موضوع دیگه از موضوعاتی که متاسفانه در مورد از اونها یا افراط میشه و یا تفریط میشه، بحث تعامل با علما هست. یک ایده از جوانای متاسفانه کم دانش ما با ادعای از این که ما پیروی منهج سلف را داریم و ما از کدام عالم مشخصی تقلید نمی کنیم به بدگویی علما میپردازند. دقیقاً این افراط است. متاسفانه ائمه اربعه را بد میگن، امام بنی فرحمه الله را بد میگن یا سایر علمایی که در تاریخ امت خدمات زیادی کردن و الله متعال از همه از اونها بپذیره. اگر کسی با ادعای پیروی از منهج سلف در مقابل علمای سلف یا علمای معاصر یا هر عالم دیگه بدگویی میکنه، بر علیه از اونها فتوا میده و اونها را با الفاظ نامناسب یاد میکنه، اینها هرگز مدعیان منهج سلف نیستن. و نکته دیگه در این در عمیق قضیه در حقیقت متاسفانه از یک زاویه دیگه افراد کردن است و ایست که یک دست کسانی به عنوان از این که ما جایگاه علما را میدانیم، تقلید کردن از یک عالم مشخص بر هر کسی، حتی یک نفر اگر عالم هم باشه توانایی استنباط حکم شرعی را مگه داشته باشه، تقلید را بالای از او هم واجب میدانه و در مقابل آیت صریح قرآن کریم و احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم اقوال علما را میارد. وقتی تو به رزوم میگی که اصطلاح در اینجا یک عالم خطا کرده، او میگه که نه تو حال زیاد میفهمی، یا ابو حنیفه زیاد میفهمی، تو حال زیاد میفهمی، یا امام شافعی زیاد میفهمید، امی رقم موارد میاره. یعنی به تعبیر میشه بگیم که در مقابل آیت و حدیث قول عالم میاره. این دقیقا یک انحراف دیگه هست و یک اشتباه دیگه است
امو رقمی که کسانی به علما بدگویی میکنند در خطا واقعیشان، به عین ترتیب یک نفری جایگاه پیامبر را پایین تر از عالم بدانه، گپ پیامبر را از زاویه دید یک عالم ببنده ببینه، یا به تعبیر دیگه وقتی حدیث برش بگوره از یک فلتر خاص تری بکنه، اگر موافق از او مذهب یا دیدگاه یا نظر امامش بود را قبول بکنه، اگر نبود قبولش نکنه. هر دوی از اینها خطا هست. پس منهج سالم و منهج صحیح در تعامل با علما چیست؟ ایست که ما قدر همه علمای خود را باید بدانیم، علمای قدیم را، علمای معاصر را، علمایی را که در طول تاریخ امت زحمت کشیدن، قدر همه از اونها را بدانیم، احترام از اونها را بکنیم، اونها را به نیکی یاد بکنیم و هر وقتی که نام از اونها را میبریم با کلمات احترام و تعظیم باشه، برشان دعای خیر بکنیم، رحمه الله برشان بگیم. در کنار از اونها را معصوم ندانیم، یک اونها را مردم را لازم نکنیم که حتما واجب باشه سر از اونها از یک عالم مشخص اطاعت بکنن، اینطوری کار را نکنین. قول عالم را سر قول الله و پیامبر حاکم نگردانیم. ای منهج معتدل هست. منهج معتدل ایست که منهج سلفی امت هم ایست که اونها قدر علما را میدانستن و احترام علما را میکردن، هیچ وقت به بدگویی علما نمی پرداختن، اما در کنار از این هیچ وقت نشده بود که در مقابل حدیث پیامبر قول عالم پیش بکنن، هیچ وقت نشده بود که در مقابل حدیث، در مقابل آیات قرآن کریم قول یک عالم پیش بکنن. پس در این باب ما باید موقف معتدل داشته باشیم که قدر علما را بدانیم، اما علما را از جایگاه اصلیشان بالاتر ندانیم، اونها را از پیامبر بالاتر نداریم، اونها از آیات قرآن کریم هم قول از اونها را بالاتر نداریم. پس این موقف معتدل هست. هرگاه یک کسی با ادعای پیروی از منهج سلف به بدگویی علما میپردازه، اونها را بد و بیراه میگه، در حقیقت پیرو واقعی منهج سلف نیست، بلکه و امور رقم کسان دیگه ای که قول عالم را از هر کس دیگه که بالاتر میدونه، قول عالم یک مذهب مشخصی را یا یک فرد مشخصی را در مقابل حدیث قول عالم برای تو پیش میکنه، این هم در حقیقت خطا میکنه. پس منهج صحیح ایست که ما قدر علمای خود را میدونیم، جایگاه و منزلت از اونها را میدونیم، از اونها به نیکی یاد میکنیم، اما قول پیامبر صلی الله علیه و سلم را که سر هر کسی حاکم میدونیم و آیات الله متعالی بالای هر کس حاکم میدونیم و قول هر کسی که در تقابل با آیات و حدیث بطوره به اصطلاح رد میکنیم. البته رد کردن قول یک عالم به معنای بی حرمتی به اون نیست، میگیم برش که اجتهاد کرده، الله متعال اجر اجتهادش برش بده، اما قولش ما نمیگیریم وقتی که بر ما دلیل معتبر ثابت شود که قول خلاف فلان عالم درست تر هست، ما امو قول را انتخاب میکنیم. موضوع دیگه که در این باب هم نیاز داره که در دقت داشته باشیم، بحث در مورد تعامل با نظام ها هست. متاسفانه در این باب هم افراط و تفریط های زیادی صورت گرفته. یک عده از کسانی با ادعای پیروی از منهج سلف از نظام های دفاع میکنن و از امامداران دفاع میکنن که هیچ قابل دفاع نیست، و توجیه از اونها ایست که گویا منهج سلف ایست که ما بدگویی زمامداران به صورت علنی نمی کنیم و به آیات و احادیث در این باب اکتفا می کنند. البته نباید فراموش بکنیم که اول خو این موقف علمای سلف امت که در باب زمامدارا دارن، اینا چند مفهوم داره و هر کدام از این باید در جا و در موضعش باید فهمید. گپ اول، بله، عقیده اکثریت قاطع اهل سنت ایست که زمامدارانی که تا از اونها اونها قیام را نامشروع میدونن، گرچه یک عده محدودی از علمای سلف قائل به مشروعیت قیام در مقابل زمامداران ظالم و فاسق هستن، مثل عبدالله ابن زبیر، مثل حسن ابن علی رضی الله عنه، مثل حسن بصری و بعضی از علمای دیگه، اما اکثریت قاطع علما بله قیام در مقابل زمامداران ظالم و فاسق جایز نمیدونن. این یک نکته است. نکته دیگیش عدم بدگویی زمامداران هست. بله، ما از در میان علمای سلفی امت اقوالی داریم که از بدگویی زمامداران منع میکنه، اما او چه نوع بدگویی است و در مورد چه کسی؟ اینجا باید دقت صورت بگیره. ای که ما در مقابل یک زمامدار فاسق و ظالم قیام نباید بکنیم یک طرف قضیه است، دفاع کردن از زمامداران ظالم و فاسق طرف دیگه قضیه است. حد اکثر چیزی که ما از علمای سلف در این باب نقل قول داریم ایست که گفتن مثلا در مقابل زمامداران ظالم باید چی نکنید، قیام نکنید، اما هیچ عالمی از علمای سلف امت نگفته که شما از زمامداران ظالم دفاع کنید.
یک نکته بسیار مهم است که متاسفانه یک از مدعیان دروغین منهج سلف میان از زمامداران ظالم و فاسقی که فسقشان بسیار واضح است و ظلمشان بسیار واضح است از اونها دفاع میکنند، عملکردهای غلط از اونها را توجیه میکنند و بعد نام کار خودم میمانند پیروی از منهج سلف. ای قطعا در منهج سلف جا نداره. و یک ایده دیگه، بله دقیقا، از پیششان افراد میشه او نظام ها را و زمامداران بدون اصول و ضوابطی که شریعت وضع کرده کاملا تکفیر میکنه. نه تنها که زمامدارا را تکفیر میکنن، عموم کسانی که در نظام ها کار میکنن تکفیر میکنن و این تکفیر خود اصل سلوار به جای پیش میبرن که متاسفانه هیچ کسی در میانی امت مسلمان باقی نمیمونه. این هم افراط است، دقیقا این افراط است و این متاسفانه کسانی که افراط هم میکنن بعد ادعای پیروی منهج سلف دارن. کسی که بدون ضوابط شرعی نظام ها را از امور رقمی که تکفیر یک فرد ممنوع به اصطلاح بدون ضوابط شرعی ممنوع است، تکفیر نظام ها بدون ضوابط شرعی ممنوع است. امور رقمی که تکفیر یک فرد توسط کسی که عالم نباشه جایز نیست، امور رقم تکفیر نظام و حکومت ها هم توسط کسانی که عالم نباشن جایز نیست. پس کسی که بدور از ضوابط شرعی، بدور از اصول و ضوابط علمی، به تکفیر زمامدارا و علما، به تکفیر زمامدارا و کسانی که، و باز بدبختی است که اگر یک عالم خطا میکنه و از یک نظام دفاع میکنه و از دید از او نظام تکفیر نیست، بازی عالم هم تکفیر میکنه متاسفانه. ادعایشون نیست که فلانی عالم نمیفهمم کفر به طاغوت نداره، فلانی کفر فلان به طاغوت نداره، فلانی ولا برا را نفهمیده، می رقم ای افراط است و دور از معیار سالم و دور از عقیده اهل سنت و جماعت و دور از پیروی از منهج صحیح امت. اما ای که اگر کسانی باز از هر زمامدار ظالم و فاسقی که ظلم بسیار واضح و آشکار داره و بر علیه دین قرار داره از او هم دفاع میکنن، این هم بله تفریط است و اینها هم نمیتونن مدعیان واقعی منهج سلف باشن. پس پیروان واقعی منهج سلف که منهج معتدل دارن ایست که در مورد زمامدارا، در مورد نظام ها و در مورد عموم مردم بر اساس یک معیار سالم و معقول شرعی، بر اساس اصول و ضوابطی که شریعت وضع کرده تعامل میکنن. اگر یک نفر مرتکب کفر شده بود و کسی که صلاحیت علمی از این داره رو تکفیر کرده بود تکفیر میشه، اگر کسی مرتکب فسق شده بود فسقش بیان میشه، اگر کسی مرتکب ظلم شده بود ظلمش بیان میشه و در مقابل زمامداران ظالم بیان سخن حق را، عقیده اهل سنت و جماعت هم ایست که امور رقمی که در مقابل زمامدار ظالم بل در مقابلش قیام نمیکنه و او رو تکفیر نمیکنه، اما سخن حق در مقابلش میگه و دلیلش هم امو حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما تعلیم میده که سخن حق در مقابل زمامدار ظالم گفتن افضل الجهاد هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر کسی سخن حق در مقابل زمامدار ظالم میگه و کشته میشه، این سید شهدا است و جایگاه و منزلتش مثل جایگاه و منزلت حمزه رضی الله عنه است. پس در این باب هم نیاز است که ما منهج معتدل را بشناسیم و از افراط و تفریط دوری بکنیم. موضوع دیگه موضوع آزادی است. یکی از مفاهیم فکری که در میان مردم امروز در موردش بحث های زیاده میشه. یک عده از کسانی به عنوان مدعیان آزادی میآیند و بی‌بندوباری بدون قید و شرط قائل هستند. او بی‌بندوباری که نه اصول داره و نه ضابطه داره. امین و آزادی که هیچ قید و بندی وجود نداشته باشه، زندگی و حیات انسان که مسلمان باشه یا نباشه، هیچ انسانی نمیتونه با اینمینه و بی‌بندوباری زندگی بکنه. یعنی اگر قرار بایی باشه که در زندگی انسانها هیچ قید و بندی وجود نداشته باشه و هر کس هرچی خواست بگه و هر که هرچی خواست انجام بده، اگر قرار بایی باشه که انسانها به این ترتیب زندگی بکنن، امکان زندگی انسانها محال است. پس ادیان و همه نظامهای بشری بر انسانها یک سلسله از اصول و ضوابط و قواعد وضع کرده و هر مکتب و هر دین و پیروان هر فکری طبعا بر اساس اولویت های فکری خود بر انسان ها یک سلسله قیودات وضع میکنن. اسلام هم دقیقا به عنوان دینی که یک برنامه کامل از جانب الله تبارک و تعالی هست، دارای یک سلسله اصول و ضوابط است و به تعبیر یک سلسله از خطوط سرخ مشخص خودش داره که بر پیروان خود اجازه نمیده در باب عقیده اصلانی مسئله دور برن، در باب عمل هم مرقم، در باب همه مفاهیم یک سلسله قیودات وضع میکنن. پس کسانی که به آزادی به شکلی که میشه از او تعبیر به بی‌بندوباری مطلق بکنیم اگر دعوت میکنن، اینها هم پیروی منهج سالم را ندارن. و متاسفانه یک عده دیگه از کسانی به عنوان پیرو و مدعیان دینداری باز میاین آزادی های مشروع مردم را هم محدود میکنن و حتی آزادی های مشروع مردم را هم از اونها میگیرن. این هم افراط است. دوباره تکرار میکنم، قائل شدن به یک بی‌بندوباری مطلقی که هر کی هر چی خواست بگه، هر کی هر چی خواست انجام بده، این غلط است و مردود و
تفرید هست و ای که آزادی های مشروع مردم را هم به رسمیت نشناسیم و آزادی های مشروع مردم را هم از اونها بگیریم، بلی هم افراد است. مثلا شریعت اسلامی آمده برای مردم حق متقاعد شده که دیدگاه خود را بیان بکنند، دیدگاهی که در چارچوبات مشخص شریعت و عقلانیت بوده باشه. حالا یک نفر می مخالفت میکنه به اینکه گویا آزادی بیان از جمله مؤلفه های دموکراسی است، ما قائل به این نیستیم، این غلط است. و ای که یک نفر دیگه باز بگن نه، هر کی هر چی خواست آزادی بیان است دیگه، هر کی بعد و بیرایی که گفتم ما برش قائل باشیم، این هم غلط است و مردود است، بلکه منهج معتدل در باب آزادی هم است که ما به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک کسی که پیرو دین هستیم قائل به آزادی برای مردم هستیم، آزادی در باب گفتار، آزادی در باب عمل، آزادی در باب کار، آزادی در باب تعلیم و در موارد دیگه از این قبیل، اما در چارچوب های شرعی. البته این مسئله اگر در کسانی میگن که این یک گپ کلی است، این گپ کلی نیست، این گپ بسیار گپ واضح است. مثلا مسائلی که امروز هم در جامعه ما شما زیاد سر صدا میشه به خاطر هم نشست هایی که در باب صلح هست، خب دو طرف با هم گپ های میزنن، اگر در کسانی میگن که اینا گپ های کلی است، گپای کلی مجهول نیست در اسلام. مثلا اسلام برای یک زن اجازه میده که تعلیم داشته باشه، اما اسلام اجازه نمیده که به بهانه تعلیم یک زن به حجاب در جامعه برای، خب این مردود است و هیچ کسی نمیتونه این توجیه بکنه. به بهانه آزادی که قائل شده به اینکه اسلام برای زنها حق تعلیم داده، بیا قائل شده به بد حجابی یا به بی حجابی، این غلط است. یک، زن میتونه در چارچوبات شریعت در جاهای مشخص کار بکنه، مثلا در شفاخانه کار بکنه یا تعلیم بده در مکتب جای استاد شوه، اما در یک محیط مختلط نه، محیط مختلط اسلام اجازه نداده. پس این گپ خیلی واضح است که بعضی از مردم متاسفانه در این باب چی میکنن، مغالطه میکنن. یا مثلا در باب مسئله رسانه ها، اسلام بله قائل به این هست که یک نفر میتونه رسانه از رسانه ها استفاده شود، از وسایل تکنولوژی استفاده شود، اما آزادی رسانه یا آزادی بیان معنای دیگه داره، نشر فساد و فحشا و بد اخلاقی و گپای زشت دیگه معنا رو داره. جالب هم نیست که امروز ما رسانه ها رو میبینیم هر کار رذالت و فحشا و فساد و بیبندوباری رو نشر میکنن، بعد من میگن که ما خب طرفدارای آزادی بیانیم. فرق از بین آزادی بیان و بین بیبندباری، فرق از بین آزادی بیان و نشر فساد، فرق از بین آزادی بیان و نشر فحشا. خب اسلام بله خیلی واضح میگیم که با نشر فحشا مخالف است. اسلام نشر فحشا را حرام میدانه و برای هیچ کسی اجازه نمیده که بیایه مسائل بسیار مبتذل نشر بکنه، مثل که متاسفانه تلویزیون های امروز افغانستان نمیتونه مفاهیم نشر میکنه. اما اگر یک نفر بیاد بگه نه کاملا ما مخالف رادیو نه مخالف تلویزیون و مخالف فلان و فلان، اینم غلط است. اینا همه وسایلن، از وسایل وقتی به طریق مشروع استفاده شوه مشروع، اگر به طریق غیر مشروع استفاده شده نامشروع. اگر کسی با استفاده از وسایل مثل نایفم رادیو یا تلویزیون فساد رو نشر بکنه، فحشا رو نشر بکنه، بله ناجایز میشه. اما اگر کسی با استفاده از این وسایل نیکی ها رو نشر بکنه، این کار خوب است، کار پسندیده است و کار است که هر کسی میتونه با او موافق بوده باشه. موضوع دیگه بحث نهی از منکر هست، امر به معروف و نهی از منکر، هر دو این اصطلاح. متاسفانه در جامعه ما در یک مرحله از مراحل تاریخی کسانی آمدن با استفاده از این اصطلاح خلاف اصول و ضوابط شرعی با مردم تعامل کردن. مثلا کسی که ولو یک کار را انجام داده مثلا مکروه هست، خب در مقابل کار مکروه یک نفر میشه که فقط نصیحت بکنی، یک نفر را مات مثلا زندانی کرد، یا در مورد مردم به ابرو به حیثیتش داخت، یا در مورد یک زنی که ممکن مثلا نفهم قسمتی از پاش ممکن معلوم شه یا نشه، یک کسی مثلا یک مرد بیگانه میوره با شلاق میزنه و اینا معروف، ولی اینا غلط است و در شریعت اسلامی اینا جایگاه نداره. اما ای که یک نفری به صورت علنی بیا مرتکب منکر شه، مثلا شراب بخوره، مثلا فساد بکنه، مثلا فحشا بکنه، بله اسلام میای ایره منع میکنه و در این باب شریعت اسلامی خیلی واضح احکام داره که الله متعال در قرآن کریم صفت امت اسلامی رو بیان میکنه که کنتم خیر امت اخرجت للناس امرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بهترین امت هستین هنگامی که به نفع مردم بیرون کردشین، مردم به خوبی ها امر میکنین و از بدی ها نهی میکنین. یا در آیه دیگه الله متعال میفرمایه که ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. در این باب یعنی باید از بین شما یک گروهی باشه که مردم به نیکی امر بکنه و از بدی ها نهی بکنه و موارد از این جنس. پس معنا کردن از منکر به معنای نقض آزادی فردی نیست،
بلکه یک فریضی از فرایض دینی هست و یکی از مثلا خصوصیات واضح ای امت است که برتری ای امت بر سایر امت ها در امی بخش شده. و یک نکته دیگه که باز دخالت کردن در امور شخصی مردم و به اصطلاح جستجو کردن و جاسوسی کردن و مسائل پنهان مردم را رفتن جستجو کردن، بلی هم ناجایز است. یعنی فرق از بین نهی از منکر، نهی از منکر یک فریضه است، و بین تجسس کردن در امور پنهانی مردم در خفا. یک نفر در خفا هر گناهی رو میکنه، ما شرعا مکلف نیستیم در مورد تجسس بکنیم و بیم بگیم که خب این نفر چرا تو کار کرد، فلان کار کرد، بیمدان کار کرد، با استدلال به امر گویا ما او را نهی از منکر میکنه. ما حق دخالت در امور پنهانی مردم، در امور شخصی پنهانی مردم را نداریم. اما اگر یک نفر آشکارا مرتکب یک منکر میشه، بله او را منع میکنیم. پس اینا با هم کنار همدیگر هستن، اینا در تقابل با همدیگر نیستن که یک نفری در امور شخصی مردم تجسس بکنه بعد بیا برش بگه که من نهی از منکر میکنم. نه، این حق نداره یک نفری. شریعت اسلامی در کنار از اینکه ما را امر کرده به نهی از منکر، در کنار از این برای ما گفته که ولا تجسس، شما در امور شخصی مردم تجسس نکنین و تعامل ما به عنوان یک مسلمان در مورد مردم ای باشه که تا زمانی که از او یک منکر ندیدیم در موردش گمان خیر داشته باشیم. و حتی اگر یک نفر مرتکب یک عمل میشه که قابل توجیه باشه، قاعده تعامل با مردم هم است که تا جایی که ممکن است ما عمل کرده مردم توجیه بکنیم. وقتی ممکن نبود به اصطلاح بگیم که خطا کرده و در تلاش ازی باشیم که او خطای خود اصلاح بکنم. کمی بالاتر موضوع دیگه که کمی دیگه بالا کمی بالا بس. موضوع دیگه چگونگی تعامل با مردم در مفاعل اختلافی است، یا به تعبیر ایده از علما، یکی از کسانی در تعامل با مخالفین فکری خود متاسفانه یک منهج معتدل را دنبال نمی کنند. یکی از کسانی با مخالفین فکری خود به گونه برخورد می کنند که گویا اینا نه مسلمان هم نه انسان. این می رقم تشدد می کنند و تشدد می کنند و این غلط است. یک عده کسان دیگه به عنوان از اینکه ما مردمان روشن فکری هستیم اما قدر برای مردم آزادی های فکری کلان میته که اگر یک نفر واضح کفر میگه میگه خاینه، یه آدم خیلی خوبی است. پس هر دوی از این مذموم است و هر دوی از این زشت است. چگونگی مخالفت یک مسلمان با دیگرا مراحل مختلفی داره. مثلا ما یکی مخالفت اعتقادی با کفار داریم که طبعا اونها را به اصطلاح کافر کافر هست و از لحاظ اعتقادی تکفیر میشه، دینش را باطل میدانیم و اسلام را بر حق میدانیم. البته از لحاظ تعامل بله با کافر غیر حربی مسلمان تعامل نیکو می داشته باشه، با او احسان میکنه، با او نیکی میکنه. این یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه مسلمان ها هستند. مسلمان ها در میان خود اختلافات فکری زیاد دارند و به جریانات مختلفی، به مذاهب مختلفی، به احزاب مختلفی و به شاخه های مختلفی تقسیم بندی شدند. در این باب چیزی که بسیار مهم است و متاسفانه میشه بگیم که اکثریت مسلمان ها از این مسئله غافل هستند، او است که یک نفر تا زمانی که از دین خارج نشده به عنوان یک مسلمان با ما هست، اگر یک انحراف اعتقادی داره، اگر یک خطای عملی داره، اگر در یک بدعت واقع است، اگر در هر چی که هست، درست است که ما با او انحرافش مخالفیم، با او بدعتش مخالفیم، با او گناهش مخالف هستیم، اما حقوق اسلامی را که بالای ما داره او حقوق اسلامی را باید مد نظر بگیریم و رعایت بکنیم. یعنی به عنوان یک مسلمان با او تعامل بکنیم. گپی بسیار مهم است، گپ بسیار مهم است و دوستان در این مورد دقت بکنند. یک مسلمانی که مسلمان هست ولو انحرافات عملی داره، انحرافات اعتقادی داره، در بدعت های اعتقادی یا عملی هر چی که واقع بوده باشه، ما در کنار از این که با او بدعتش، با او انحرافش، با او عملکرد غلطش مخالف هستیم، خودش را به عنوان یک مسلمان احترام میکنیم و حقوق اسلامی از او رعایت میکنیم. گپ اولی همیست. در بین مسلمان ها متاسفانه در این باب انحرافش شده که مسلمان ها امور رقمی که به فرقه ها و به مذاهب و به احزاب تقسیم شدن، پیروان هر فرقه، پیروان هر مذهبی، پیروان هر حزبی امو اخوت و برادری دینی خود را فقط با اخوت و برادری مذهبی و اخوت و برادری فرقه‌ای و اخوت و برادری حزبی تبدیل کردن. هر وقتی که مثلا از حقوق یک برادر مسلمانش گپ میزنه، فقط اون در مورد اون کسی که باهش در یک حزب سیاسی شریک است یا در یک مثلا مذهب فقهی شریک است یا در یک فرقه اعتقادی شریک است، تنها در مورد از امور رعایت میکنه، در مورد سایر مسلمان ها رعایت نمیکنه. در حالی که مسلمان با وجود اختلاف منهجی که با سایر مسلمان ها داره، برادری ایمانی خود باید حفظ بکنه.
در این باب ظلمای معاصر الله متعال بر شما طولانی بود دکتر یاد مقولی بسیار زیبایی داره، میگه اخوت الدین ام اخوت المنهج، میگه ما با مسلمان با وجود اختلاف منهجی برادری ایمانی خدا باید حفظ بکنیم. گپ بسیار مهم است و دوستان در این باب دقت بکنند. ما با وجود از اینکه با یک نفر در باب مسائل اعتقادی، در باب مسائل عملی، در باب مسائل خیلی از مفاهیم مخالفت داشته باشیم که این مخالفت ما تا سر حد کفر نباشه، یعنی نفر از دایره ایمان بیرون نشده، با وجود از اینکه در او چیزی که با او مخالفیم او کار غلطش غلط میدانیم، مثلا او عقیده غلطش غلط میدانیم، او عملکرد غلطش غلط میدانیم، باز هم به عنوان یک مسلمان با او تعامل بکنیم و حقوق یک مسلمان که حقوقی که بالای یک مسلمان داره در مورد از او رعایت بکنیم. این چیزیست که در بین مسلمان ها متاسفانه فراموش شده و ای باید مد نظر گرفته شد. و البته در این باب هم رقمی که در دیگه مسائل افراد تفرید های شده در این باب رقم شده، اگر مردم با کافر هم مثل برخورد میکنه که گویا برادر مسلمان شد، یک نفر دیگه باز با برادر مسلمانش مثل برخورد میکنه که گویا کافر است. بسیار گپ مهم است که دوستان در این باب دقت بکنن، ای که یک انسان مسلمانی با کافر به گونه برخورد میکنه که گویا او مسلمان است، مثل یک مسلمان به او برخورد میکنه، این دقیقا خطا هست و اشتباه هست. و ای که یک نفر دیگه با یک برادر مسلمانش به خاطر خطایی که کرده یا به خاطر انحرافی که داره به گونه برخورد میکنه که گویا قطعا کافر شده، این غلط است. پس منهج معتدل در این باب ایست که ما با کافر در درجه کفریش با او مخالفت داریم و با یک مسلمان اگر با وجودی از اینکه انحراف اعتقادی و عملی داره و با این انحراف اعتقادی و عملیش ما مخالف هستیم، اما باز هم حقوق اسلامی از او را رعایت می‌کنیم و برادری اسلامی را که با ما داره را مد نظر می‌گیریم و هیچ به خود فراموش نمی‌کنیم. بر ترتیب من به خاطر از اینکه زیاد پرحرفی نکرده باشم اما قدر صحبت خدا در اینجا خاتمه میتونم و لینک چی در کومنت میگذارم، کسی از برادرها اگر صحبتی داشته باشه، نظری داشته باشه، میتونه روی لینک کلیک بکنه و پیام خدا با ما در میان بگذاره. و اگر کسی از دوستا در مورد موضوع مطرح شده سوال داشته باشن هم در خدمتشان هستم. من یک بار مرور میکنم، دوستا سلام دادن و علیکم السلام و رحمت الله. در اوائل بله مشکل صدا بود، بیشترم گفتم که به خاطر که امروز یک همکار داشتم به اون خاطر خرابی کرد، ولی سعی میکنه که من کدش نیکی کده میارد قلبه هم نگنه بعد در دیب گاهی وقتا نمیفهم میگه قصاب که زیاد شد خراب میشه. بازم الله عجر بتش بچار زحمت کشید. انشاءالله که آل صدا جور شده. دوستان اگر سوال مشخصی در مورد موضوع داشته باشن من در خدمتشان هستم و اگر کسی از برادرها به صورت تکفیری اصلی که مبتدین صوفی مسلک شیعه رافضی است. خب بله متاسفانه در میان مسلمان ها فرقه هایی هست که در تکفیر غلو میکنن و بله میشه به اونا گفت تکفیری. یک کسی سلام خواست داده و علیکم بر از اونا و علیک خواست. جزاکم الله خیرن. الله متعال بر دوستایی که دعای خیر کردن الله متعال برشان اجر نصیب بکنه. خب کسی از دوستا اگر گپی داشته باشه ما در خدمتشان هست. خب یک خواهر ما با نام خدیجه نیکزاد پرسیدن که جناب استاد کسانی که فرایض را انجام نمیده برخلاف اسلام و قرآن عمل میکنه و به احترامی به الله و رسول الله میکنه و به قرآن ایمان نداشته و به شب زده عالم دین حرف میزنه و به احترامی میکنه مگر خودم مسلمان. خب کجا از دیگه اگر یک نفر کلی کارا رو کلام باشه دیگه چی چیز اسلام بر از باقی مانده؟ چون این اشخاص چی نظر داره؟ به احترامی به الله پیامبر خود کفر است، قابل توجیه نیست دیگه. البته تکفیر از اینم بازم میگم توسط علما میشه، اما اصلی گپ یعنی فرق از بین از این که ما بگیم فلانی قول کفری است تا اینکه بگیم فلانی نفر کافر شده، ولی اینمی به احترامی به پیامبر کفر است، به احترامی به الله کفر است و دیگه با توجیه هم نمیشه که فرد بگه خب به حرمتی بکنه در نظر الله را بعد بگه پیامبر، بعد توجیه بر جور بکنیم، قابل توجیه هم نیست. خب کسای کافرها را شهید میگن دیگه، الله اونا را هدایت کنه، شاید از لحاظ عقلی مشکل داشته باشن. کسی به نام ایدبک اگر من اشتباه نکنم صحبتی داره، بفرمایید برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
استاد جان یک سوال دارم. بفرمایید. همی شخصی که مسلمان های کفر جهل داره یا گپی جهلی میزنه، مسلمان های که گپی کفری میزنه، اولی امور تکفیر کردن میشه یا نمیشه؟ جهل در باب تکفیر که در یک نفر مثلا یک گپ کفری میگه آیا عذر هست؟ یعنی یک بحث بسیار تفصیلی در بعضی از حالات بله جهل عذر است، در بعضی از حالات جهل عذر نیست. تفصیلی از این که در کجا جهل عذر است و جهل عذر نیست در این باب انشاءالله یک دو درس مشخصی در این باب انشاءالله در زمین ما هست این موضوع را مختصر گفتن گپ حل نمیکنه. ای که در کفر در کدام حالت جهل عذر است و در کدام حالت جهل روز نیست، ان شاء الله دوستان منتظر باشن در این باب یک درس مستقل خواهد گفتیم، چون در این باب اساس پیش دوستان غلط فهمی های زیاده شده متاسف. برای همین خمیگون بسیار بحث رفت در همین بولا بین دو توجیک هسته، برای همون خمو همین را گفتم از خود بفهمم در این باب مختصرش مختصر اگر گرچه گفتم دو باید مختصر بگویم موضوع حق حق موضوع ادا نمیشه، اما مختصرش است که یکی مسائل بسیار کلی است که علما میگن معلوم من الدین بالضروره، یعنی مسائلی که فهمیدن از او از جمله ضروریات است، مثلا یگانگی الله متعال، ایمان به رسالت پیامبر، ایمان به قیامت. اگر یک نفر مسلمان است در جامعه اسلامی زندگی کرده در این مسائل اگر انحراف میکنه جهلش عذر نیست، اما در جزئیات عزیز، در جزئیات ایمان به قیامت، در جزئیات ایمان به الله، در جزئیات ایمان به پیامبر اگر یک نفر مرتکب یک خطای میشه در این باب موارد بله جهل عذر هست. دقت کنیم یکی کلیات مفاهیم هست، مسائل معلوم من الدین بالضروره، در این مسائل برای کسی که مسلمان است در جامعه اسلامی زندگی کرده برای در کلیات و در مسائل معلوم من الدین بالضروره در اون موارد جهل آزار نیست، اما در غیر مسائل، در مسائل به اصطلاح جزئیات مسائل عقیده بله جهل آزار هست. این مثال در تاجیکستان استاد، این وقتی کمونیست ها بود هیچ کس کنه میدونه. بله اگر یک نفر در جامعه زندگی بکنه که نام او جامعه جامعه اسلامی است، اما عقیده اسلامی برای مردم صحیح نرسیده، علما نتونستن سخن حق بگن یا به هر دلیل، بله در او حالت هم باز جهل آزار است. تشکر تشکر استاد. برای همین خواهم گفتم در همین یوتیوب سه موشید همین بحث رفته است، ما هیچ نفهمیده استم، ولی گفتم از شما پرسم. ما ان شاء الله در این باب چی مسئله است که بین ما دوستای افراط و تفریط های زیاد شده، ما در بر ذهن ما هست که ان شاء الله یک برنامه مشخصی در این باب میگیریم که جهل در کدام حالت در عقیده عذر هست، در کدام حالت عذر نیست. یکی حالت شخص اعتبار داره، یکی وضعیتی که او قرار داره. یعنی یک تشکر در مورد صحبت خاطر کردیم. تشکر. برای خواهم ناموشون رو نمیگم در یوتیوب هست، اما نمیخواهم بیازه نیست که نامای کسی رو بگیرین. الله بخواهم نزده کنشان در این باب صحبت خواهد کریم. بخیر باشه. من همیخی عادت دارم که نامو هیچ کسی نمیگم، من میخواهم که کار خوب بگیرم. تشکر. خیر بینی استاد. بخیر باشیم. در فنای الله باشیم. الله برکت بیا. سلام علیکم. سلام خب زاهد غفوری برادر بفرمایید. زاهد غفوری برادر السلام علیکم استاد محترم، خوب هستین؟ ساعت شما خوب است. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات و بخیر باشه. استاد محترم من یک سوال داشتم. بفرمایید. برای مسلمین بعد از قرآن کریم در بخش احادیث قوی ترین کتاب ها صحیح البخاری و صحیح مسلم است. شما بیشتر میفهمین. به من یک سوال پیدا شده که وقتی که امی کتاب ها یعنی دمی چند وقت اخیر یعنی 4-5 قرن اخیر ما میگم دشمن های اسلام بسیار زیاد کوشش میکنن که مثلا در کتاب ها یک دزنی شوه، یکان مثلا یکان کلمه را تغییر بتن که مفهوم حدیث بیخی یک چیز دیگر جور کنن. سوال می بود استاد، یعنی ما چطور میتونیم اطمینان خدا حاصل کنیم که در این کتاب ها تابال به هیچ صورت دز زده نشده؟ جزاک الله خیرن. این موضوع یک موضوع گسترده هست، بازم به صورت مختصر داری با بیان میکنم که کتابای حدیث امور رقمی که از زمانی که اینا تدوین شدن تا آله، امور رقمی که الحمدلله امت قرآن را حفظ کرده، ما الحمدلله هزاران نفر حفاظ حدیث هم داریم، هزاران نفر کسانی داریم که نسل در نسل کتابای حدیث حفظ میکنن، مثلا بخاری را مسلم هم مکمل با سندش. همینطور یعنی چگونگی انتقال احادیث و چگونگی انتقال قرآن کریم تنها از روی کتابت نبوده، بلکه از روی حفظ در سینه ها هم بوده. و یک نکته دیگه ایش است که این کتاب ها به
هزارها و میلیون ها جلد چاپ شده و در جهان اسلام پخش شده و هیچ کس نمیتونه یک چیز جدید مثلا بیاره ایجاد بکنه که مثلا قبلا در وجود نداشته. خیلی واضح و آشکارا فهمیده میشه که مثلا یک نفر در یکی از کتاب های حدیث جدید چاپ بکنه و در چاپ جدید چیزهایی که قبلا وجود نداشت در اضافه کرده باشه. طبعا او را همه علما او را میدانن و از اعتبار ساقط میشه و یک گپ است که بر متخصصین این فن خیلی آشکارا و واضح هست. حتی یک کلمه یک حرف هم اگر در یک کتاب اضافه و کم میشه متخصصین او رشته او را میدانن و در او بیان میکنن و موضوع، یعنی از این لحاظ کاملا دلتان جمع میشه که کسی نمیتونه فعلا یا در به تعبیر شما در قرنهای اخیر چیز را اضافه بکنه و کم بکنه، به خاطری که هم به صورت حفظ کتاب ها الحمدلله جهان اسلام نشر هستن و هم به صورت چاپ شدگی قرنها مرقم نسل در نسل کتاب ها در میان امت بوده و آنچه که محتوای کتاب ها بوده در میان در کتاب ها و در سینه های مسلمان ها حفظ است و هیچ کسی نمیتونه این کار را بکنه. دلتان جمع باشه. تشکر بسیار زیاد استاد محترم، بسیار خیلی تشکر. ما زیاد وقت میشه میخواستم اونها شما به تمام شما امروز در لایو همین لینک گذاشتین و ما می سوال چند روز پیش از پیش میگرفتم رفیقم کرد بله بله من بحث دیگه داشتیم، باز ما گفتم انشالله من یکی از امروی استاد محترم انشالله یک سوال انشالله یک روز خود برابر شد. امروز که شما گذاشتین لینک مدن لینک آمدن گفتم باشه از پیش شما سوال بپرسم که جواب بسیار خوبی رو به من ارائه کردین. تشکر بسیار زیاد. بخیر سلامت باشین. تشکر. بعض از برادر سلامت باشین. شما تشکر. یک برادر اینجا سوال کرده که با برادرایی که با منهج متفاوت با ما سن با نشست برخاست بکنیم. بله گفتم ما با وجود تفاوت منهج برادری ایمانی رو باید رعایت بکنیم. استاد عزیز کسی که در نماز پیش میشه باید لباس سپورتی قولاش لج باشه مشکل نداره، اگر لباسش مناسب باشه مشکل نیست، اگر سپورتی هم باشه پوشیدن قول لازم نیست، البته بهتر است اما لازم نیست. با کسی که منهج متفاوت داره نشست برخاست جواب داده میره. صد نیازی رو واجب القتل دونستن ان الله و ان الله راجعون. الله هدایتشان بکنه. خب اصلا یک جوان مسلمان خب در سن 17 سالگی خودکشی کنه آیا چیزی بر رقم مقسم؟ سوالات بعض دوستا کمی گنگ میپرسن، من یک سوال میخواستم بخونم اونو. خب یک جوان مسلمان در سن 17 سالگی خودکشی کنه آیا در آن دنیا چه جزا برش میخوره و یا دیگر این که دین اسلام برش درست نرسیده؟ بسیار جوان خوب مهربان بود. خب اگر یک نفر خودکشی میکنه بله خودکشی ناجایز است، اما به غیر از کفر را و شرک الله متعال هر کس دیگه که خواسته باشه میبخشه و ما امیدوار هستیم الله متعال کسی که خودکشی هم اگر کرده الله متعال ببخشش. خب و کمون سایل این پرست اولادای ناخلف افغانستان که میگن دین افیون ملت هاست. کسی که در باب کمونیسم یک برادر دیگه شب دیگه هم سوال کرده بود، ما در باب از این که حکم کسایی که از کمونیست ها طرفداری میکنن چی هست، یک در امی به امی تحت امی عنوان یک مطلب نوشته که این در صفحات اجتماعی هست، اگر دوستا زرده داشتن باز در صفحه خودم بود انشاءالله نشر میکنم. حالات مختلفی داره، آیا خوارج در این زمان وجود داره؟ یک گپ دوستا باید در این باب بفهمن که مثلا ما مذاهب منحرف در تاریخ اسلام داریم، خوارج و مرجعه و نفهم و معتزله و فلان و فلان. نیاز نیست که یک نفر به صورت کامل کل و نمو کلیات از او قبول داشته باشه باز تو بگی که فلانی و درست. در بین مسلمان های امروزی بله کسانی هست که انحرافات مثل انحرافات خوارج دارن، در بین مسلمان ها کسانی هست که انحرافاتشون مثل انحرافات معتزله هست، در بین مسلمان ها کسانی هست که انحرافاتشون مثل انحرافات مرجعه واری هست، یعنی صفاتی از اونها را دارن. یعنی مسلمان هایی هستن که صفات مرجعه را دارن، مسلمان هایی هستن که صفات خوارج دارن، مسلمان هایی هستن که صفات معتزله را دارن و سایر مذاهب منحرف هم مرقم. دوست عزیز بین که شما خوب سلام علیکم موفق باشین. شما موفق باشین. سلام دادن دوستا الله برشان اجر بده. جزاکم الله خیرن. لینک تماس ما گذاشتیم دوستا، اگر گپی داشته باشن اینو دوباره میگذارم، کسی اگر گپ خاصی داشته باشه از پیششان میشنیم، لینک گذاشتیم و اگر نداشته باشه از جمع دوستا رخصت میشیم که زیاد پر حرفی نکنیم چهری ما خسته کنمش. خب برادر ما سوال کرده که آیا با غیر مسلمان میشه برادر گفت یا نه؟
ما دو نوع برادری داریم، یکی برادری اعتقادی داریم و برادری دینی، یکی برادری انسانی. با یک غیر مسلمان اگر یک نفر منظورش برادری انسانی باشه، بله مشکل نداره، چون خود قرآن کریم میفرماید که نام پیامبران میگیره، مثلا میگه که ما برادرشان را به فلانی قوم روان کردیم، اون قوم کافر بود و الی مدین اخاهم شعیبا و الی همی رقم. این منظور برادری انسانی است، اما یک برادری اعتقادی است. بله با کافر نمیشه که یک نفر برادر بگه و منظورش از برادر برادری اعتقادی باشه، اما اگر منظورش برادری انسانی باشه ممانعتی نداره. خب یک آیا سال عزیز، آیا شیعه برادران اهل سنت هستن؟ در باب تشیع و در باب سایر مذاهب اهل بدعت در این باب مسئله تفصیل داره و دوستان خوب است تفصیلی گپ بفهمن. خوارج، معتزله، مرجعه، شیعه و سایر مذاهب در اصل اینا اهل بدعت، یعنی اینها عقاید را در اسلام ایجاد کردن که این عقاید اساسی در کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نداره و اینها اهل بدعت گفته میشن. در میان اینها عده موارد مرتکب عقایدی هم میشه که با حد تا حد کفر میرسه و عده هم تا حد کفر نمیرسه. به همین خاطر دیدگاه اهل سنت ایست که اهل بدعت به صورت عموم کافر نمیشه، که یک نفری بیا به صورت عموم مثلا خوارج تکفیر بکنه یا معتزله رو تکفیر بکنه یا شیعه رو تکفیر بکنه یا مثلا مرجعه رو تکفیر بکنه، این غلط است. اما میشه یک نفر بگه که اگر یک کسی فلانی عقیده را داشت و عقیده کفری بودی، کفر است، این رقم میشه، یعنی به صورت عموم تکفیر کردن درست نیست. اما ممکن در میان هر کدام از پیروان مذاهب، حتی متاسفانه در میان اهل سنت کسانی هستند که عقایدشان عقاید خلاف قرآن و خلاف سنت هست و میتونه موارد عقاید کفری بوده باشه. پس ما میشه بگیم که در میان پیروان فلانی مذهب عقاید کفری شایع شده، اما عموم پیروان اون مذهب تکفیر کردن میتونه. مثل که در میان اهل سنت عقاید کفری شایع شده، اما نمیشه یک نفر اهل سنت به خاطر از او تکفیر بکنه. خب یک برادر ده اینجا آمده چیز میگه، ایره اضافه میکنم. بفرمایید برادر عزیز. سلام علیکم استاد بزرگ. و علیکم السلام و رحمت الله. نام تو هم معلوم نیست، به نام استریم یارد آمدی. والا استاد ما هیچ نفهمیدیم، در لینک روان کرده بودین دمو کلیک کردیم، بسیار سخت شد، هیچ رقم شد نفهمیدیم. ببخشید. مشکل نیست، بفرمایید برادر عزیز. استاد همین دمی سریال های ترکی دم اینجا برامی عثمان از دونه سعی کنه گناهگر میشادن. خب اگر در اونها زنای بی حجاب باشن طبعا درست نیست، اما اگر زنای بی حجاب نباشه و سایر محتویاتش خلاف شریعت نباشه مشکل نداره. نه زنهای بی حجاب نیست، حجاب داره کلاگش رویش دیگه باز است دیگه. حجاب اسلامی داشته باشه، مویش باید آشکارا نشه، از بند دست بالاتر آشکارا نشه. نه مویش معلوم نمیشه، اما رویش کلا معلوم میشه، گواهش نمیشنم دیگه، صدایش معلوم میشه. در باب روی اختلاف است، دی از علما روی عورت میدانن، دی از علما روی عورت نمیدانن، در این باب اختلاف وجود داره. خب جزاک الله خیر، السلام علیکم. سلام علیکم. ای زاهد غفوری برادر، زاهد غفوری برادر، باز شما چیزی به گفتن دارین؟ فکر میکنم باز بالا آمدین. خب رفت. یک برادر پرسان کرده در رابطه با کفار چگونه رفتار کنیم. این مسئله قاعده اصلی است، اگر یک کافر حربی باشه طبعا با او برخورد نیک کردن ناجایز است، بلکه معلوم دار است حکم در مورد کافر حربی است که با او جنگ میشه. اما اگر کافر حربی نباشه، کافر موحد باشه، کافر ذمی باشه، با او بله ما برخورد نیک میکنیم، با او نیکی و احسان میشن، به دلیل آیه قرآن کریم که الله تعالی میفرماید لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. الله تعالی شما را نهی نمیکنه از او کافری که در عمد دین با شما جنگ نکرده، شما را سرزمینتان خراج نکرده، که به او نیکی و احسان و عدالت بکنید و الله تعالی عدالت کننده ها را دوست داره. اما انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. الله تعالی شما را نهی میکنه از اینکه از او کافری که در امر دین با شما جنگ کرده، یعنی کافر با سه کار کافر حربی میشه: یک، در امر دین با ما در حال جنگ باشه، یا ما را سرزمین ما اخراج کرده باشه، یا دیگران را بر علیه ما کمک بکنه. اینا کافر حربی میشن و الله تعالی میگه که شما را الله تعالی نهی میکنه از اینکه با اونها دوستی بکنین و کسی که با اونها دوستی میکنه مرتکب گناه و معصیت میشه.
کسی پرسیده که ما در ایران هستم زیردست، کسی که نماز و روزه را قبول نداره، خب کافر است. اما حربی نباشه، بله زیردست از او کار کردن مشکل نداره، یعنی کار کردن با کافر با کافر در صورتی که در یک کار گناه و معصیت او را همکاری نکنه مشکل نداره انشاءالله. استاد عزیز، در نماز دست بستن زیر ناف اینا مسائل اختلافی است و در این باب اگه ضرورت باز انشاءالله صحبت خواهد کردیم. جزاکم الله خیرم، وقت ما پور شده، الله متعال بر همه گی اجر نصیب بکنه. بازم بخشش باشه که در اول درس کمی به ترتیبی شد، انشاءالله که دوستان معذرت ما رو بپذیرن و دیگه انشاءالله کوشش میکنیم که این رقم به ترتیب نباشه. جزاکم الله خیرم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.